برفتم بر در شمس الاماره، همون جایی که دلبر خانه داشت. برفتم بر در چی میبینی اینجا؟ یه عکس جالب اینجا در حال کار طرف، ولی داره قلیونش دستش داره قلیون میکشه. نگاه چه بامزه. اینجوری میشه عزیز ناصرالدین شاه میشه. در حدی بوده که زنه ناصرالدین شاه خیلی به ببری خان حسادت میکردن و یه همچین سکوتی، یه همچین مکانی توی دل بازار خیلی جالبه. الان بیرون هیاهوی بازار و خرید و رفت آمد مردم، این داخل به این دنگی و زیبایی. سلام، امیدوارم که حالتون بهترین حال باشه. امروز اومدیم این سمت، ببینم میتونید حدس بزنید کجاست. با همسرم اومدیم دو نفره امروز قدم زدن و تفریح، جای همگی خالی. سلام، منم سلام میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چه حال خوبیه بعد از مدت ها دو نفری قدم زدن، حس حال خوبی داره. آره، بعضی وقتا با بچه ها رو گذاشته دو نفره اومد بیرون. حالا من دوروری میچرخم شاید معلوم شه کجایی. اینجا تابلو هست، میدون 15 خرداده. این سمتمون هم تکیه دولته، درسته؟ اینجا هم تکیه دولت داریم، هم مسجد ارگو داریم. مثلا هویت خیلی خاصی داره تو این 250 سال گذشته. این منطقه رو کل کشور تاثیرگذار بوده. میدون 15 خرداد دقیقاً تو خیابون بازار دیگه، ایستگاه مترو هم داره. اینجا پیاده میشی برای رفتن به بازار. مجموعه ناصری بوده دیگه، کل این باف کافی به مجموعه ناصری. اینجا اومدیم می‌خوایم بریم کاخ گلستان. بریم داخل. داخل که بریم توضیحاتش هم. اینم نقشه راهنمای کاخ گلستانه. ما بلیط کاخ اصلی رو گرفتیم، 4 شمارهش دیگه. کجا رو گرفتیم؟ شمس الاماره رو گرفتیم، شماره 7. این قسمت آشپزخونه رو گرفتیم، تخت مرمر رو گرفتیم. 2. یه تاریخچه ای از کاخ اگه داشته باشیم، بیس اولیش برای دوره صفویه هست، دوره شاه طهماسب که برای زیارت شاه عبدالعظیم می اومد. اینجا یه کاخ اولیه تابستونی رو بنا کرد، ولی ساختمان اصلی از دوره قاجار، از زمان آقا محمدخان قاجار که اینجا رو انتخاب کرد اتفاق افتاد. ولی اصل کاخ گلستان برمیگرده به دوره ناصرالدین شاه که نزدیک نیم قرن حکومت کرد، نزدیک 2 تا سفر فرنگ. اون زمان به اروپا میگفتن فرنگ. تغییراتی که اونجا بود، حالا اتفاقایی که تو فرنگ افتاده بود و توسعه که دید اونجا، اومد کاخ رو خیلی توسعه داد، یعنی دیوارا رو خراب کرد، یه مرحله توسعه شد و ساختمان‌های جدید اینجا ساخت که حالا فکر می‌کنم فضاهای مختلفو بتونیم ببینیم. تاج‌گذاری‌هاش اینجا اتفاق افتاد، تاج‌گذاری خودش. ببین زاده اینجا فکر کنم بناهایی که مونده مال دوره زندیه به بعده. از زندیه بود ولی توسعه‌اش زمان قاجار بود. ما از درب ورود که وارد شدیم، توی ظل شمال غربی کاخ تالاری هست به اسم تالار مرمر یا بار عام هم بهش میگن. یه لحظه همینی که پارچه جلوش زدن وارد که بشی، تخت مرمر هست که ساختش مال دوره زندیه که بعداً انتقالش دادن به کاخ و فتحعلی شاه اولین کسی بود که اینجا تاجگذاری کرد. خب به پادشاه که در واقع میشست روی تخت اینجا و توی مثلا ایام نوروز یا مراسمی که قرار بود که همه سران لشکری و کشوری و مردم شاه رو ببینن و اون ادای احترام و غیره داشته باشن، این مسیری که نشون میدی اینجا به صف کنار هم وای میستادن و همینجا در کاخ دیگه اومدیم در به کاخه. اصلی وارد میشدن و اینجا حالا عکسای قدیمیش هم هست، میشه در واقع گذاشت که ببینید چه حال و هوایی داشته و اینجا عملا بار عام اتفاق میفته. حالا میریم داخل نشون میدیم. تاریخ ایران از دوره قاجار به این ور میگیم تاریخ معاصر، عملا از دوره آقا محمدخان قاجار شروع میشه، 3 تا سلسله رو در بر میگیره، دوره قاجار، دوره پهلوی و دوره حالا اسلامی. خدایا اونجا رو نگاه، پرنده ها رو نگاه، کفترچایی. نه اینا الان کفتر کاخی شدن، عملا دیگه کفترچایی نیستن، دیگه تو چاه نیستن. اینا عادت کردن تو کاخ زندگی کنن و چه حال هوای خوبی هم دارن. خب بریم اول تخت مرمر رو می‌خوای ببینیم. همینی که از داخل حیا دیده میشه، جلوش پارچه زدن که حالا اینا تخریب نشه.
تخت مرمره. زیبای واقعا. فتحعلی‌شاه اینجا تاج‌گذاری کرد. بعد ناصرالدین شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه تو کاخ اصلی گلستان اونجا تاج‌گذاری کردن که اونجا هم میریم با هم. این تخت زمانی که ساخته شده بود؟ این زمان همون برای فتحعلی شاه بکنم ساخته شد حتما. آره دیگه، چون بعد از آقا محمد خان قاجار خب بعدش فتحعلی شاه به حکومت رسید. ببین این شعره اینجا رو زوم کنم. رضا شاه تو کاخ اصلی تاج‌گذاری ولی اینجا یه بار سخنرانی کرد. نه تو کاخ گلستان سالن اصلی اینجا تاج‌گذاری کرد، اینجا یه سخنرانی داشت. بذارین نقاشی ها رو نشونتون بدم. روی سنگ در آوردن، روی سنگ مرمر برش خورده بعد رنگ شده. من بعضی وقتا میگم آدم روی کاغذم که میکشه چقدر باید دقت کنه، بعد اون زمان چجوری روی سنگا برش میدادن و به این قشنگی طرح میداختن. خیلی زیباست. بریم اینجا ببینیم چه خبره. من همسرم عاشق اینجور جا هست، میاد تو تاریخ غرق میشه. دیوونه اینجا اصلا نقاشی رو ببینید اینجا چقدر حس زیبایی داره. من اینجا میمونم. کاربری اینجا جا چی بوده؟ مصاحبه کنم. چه اتاق نقاشی؟ نقاشی ها برای به بالای ما تو بود و پایی از رو چرم میبینی؟ رو چرم کشیده شده. این ما شانه رو فیدوس گچ. آها این قسمت پایین رو گچ نقاشی شده. گچ بالا چرمه. بالا چرمه. اولی آقا محمد خانه. بله اون که پرنده داره جوانی آقا محمد خانه. بذار زوم کنم. آقا محمد خان جوانی ها، این که فتحعلی شاه، اون عباس میرزا که یکی از واقعا بزرگ مردان دوره قاجار است. ما دوره قاجار چند تا بزرگ مرد داریم، یکی امیر کبیره، یکی عباس میرزا است که متاسفانه اینا هم خیلی بهشون در واقع میدون داده نشد و در نهایت حذف شد. این پایینی ها نقاشی هاست از شاهنامه فردوسیه. مثلا الان این جمشید جم ضحاک. حالا ببینیم قسمت های دیگر رو ببینید. امروز جمعه و خیلی هم خلوت خوبه. آره خلوت هست و یه مقدار جمعیت ولی خب خوبه. میگم اینو گرفت، اینو خیلی بریم اینجا هم ببینیم. بریم ببینیم. اینجا که اومدیم این خلوت کریم خانیه که وسطش این حوضه که قنات شاهی بوده، آب از اینجا تقسیم میشده تو کل محوطه میچرخیده. بعد تو این قسمت سنگ دل ناصرالدین شاه هم هست. این سنگ روی آرامگاه ناصرالدین شاه بوده پیش عبدالعظیم که بعد از انقلاب اونو منتقل میکنن به اینجا. ناصرالدین شاه توی شاهدلعظیم ترور میشه، بعد همینجا هم دفن میشه، درسته؟ خاکسپاری میشه. یه داستانی هم میگفته، این خیلی جالب بود برای کسی که این سنگ رو تراشیده. یعنی جالبه که کسی اینو تراشیده خیلی زحمت کشیده، یعنی با ظرافت تمام خیلی اوج هنرش به کار برده. بعد اگه اشتباه نکنم حدود 100 تومن بهش دستمزد میدن. 100 تا 100 دستمزد خیلی کمی بوده که این فرد خیلی ناراضی بود از دستمزدی که اشتباه بودن. ولی به هر حال این هم راجع به تاریخچه سنگ هست. جالبه یه نکته دیگه که خیلی جالبه اینجا بود، چه ناراضی بوده گفتم بریم کم داریم. کم داره بودن واقعا. این اثر واقعا زحمت کشیده. نگاه کنید شما خط و خطوط نوشتارها گلها هیچ چقدر با ظرافت کار کرده. حق داشته. اینجا اصلا اسمش به اسم خلوت کریم‌خانی است. یه نکته ای که غم انگیزه به نظر من تاریخ اینه که آقا محمد خان قاجار چون با خصومتی که نسبت به زنگیه داشت عملا
بر زندیه پیروز شد بر کریم خان و دکتر خان زند در نهایت و سخنگاه کریم خان زند رو زیر راه اینجا بود میگفتی؟ اینجا بود، حالا هم پلاک اومدی بالا بعد بیا بیا بریم هم قسمت کریم خان زند از هم داره بوده بود اینجا رفت کرده بود که هر روز که میگه داخل کافی رو از دور و سخنگاه داره بعد زمان رضاشاه خاصی و سخنه رو در میارن و به حالا آرامگاه خاندانیه که خاندان زند بودن انتقال میدن اونجا دفن کنن و این متاسفانه یکی از این پله ها اینجاست دیگه احتمالا همینجا بود پله این پله هاست پله هایی که همسرم میگه اینه یه سری اینجاه یه سری هم که اینجاه همینایی که میریم به سمت خلوته کبیرخانی زیر این پله ها دفن شده زیر پله ها بوده که خب رو گفتم به زمان رضا شاه خارجش میکنن و مثل یک مراسم خاصی توی آرامگاه خاندان زندیه در نهایت دفن میشن این نمیدونم کدوم عمارته چقدر هم قشنگه این درخت ها حالا چنار های عظیمی هستن که تاریخش برمیگره به خود کاخ گلستان و اگر زبون داشتن چقدر حرفا داشتن رو بودن ساختمان های مدرنی که دوره ساختی از اشتباهات مهلکن اصلا این کاخ باعث یه خط افق داشته باشه هیچ بنایی در یک حریم مناسب اینجا احداث نشه که شما کاخ مثل یک نگینی تو منطقه بدرخش ولی ساختمان های مدرنی که ایجاد شده کل کاخ و دیدش کور کرده و اینا اتفاقا مورد انتقاد شدید یونسکو و سازمان های هستن که این میراث مهمه هست خب شمس العماره رو که میبینیم بریم اونجا رو از نزدیک ببینیم این بلندترین ساختمان زمان دوره قاجار بوده و ساختمانی از این مرتفع‌تر توی تهران نبوده بریم داخل اومدیم داخل شمس العماره اونجوری که گفتن ارتفاعش 35 متر توی 5 طبقه بعد این طبقه اولشه که بار خاص بوده یعنی مهمونای خاصش رو اینجا پذیرا می شده به صورت آینه کاری هم هست این شمس العماره رو چون که ناصرالدین شاه سفر فرنگ می رفته ساختمان های بلند می دیده دوست داشته که توی تهران برای خودشون هم یه همچی ساختمونی داشته باشه برای همین دیگه شمس العماره رو می سازه بعد خانواده خودش فقط اجازه داشتن برن طبقات بالا که کل تهران رو ببینن اینجا هم که تالار آینشه این هم درش رو بستن شونه هم بوده دیوارا هم دقیقا مثل همونجا روی سنگ مرمر تلاش کرده و نقاشی شده کاشی تخت مرمری که با هم دیگه دیدیم و بارعامی که حالا تالار سلام هم میگفتن توی نوروز اتفاق افتاده سلام نوروزی هست که پادشاه میشسته و اینجا همه سران لشکری کشوری میمنن و عملا همون زمان هم پرده داشته اومدیم از بیرون شمس العماره هم براتون بگیرم نگاه کنید الان این دوتا که حالت گوشواره هاشن بالای مرتفعه یه برج ساعت هم وسط این دوتاست لبه که اول خود خانواده سلطنتی و نزدیک ها اجازه داشتن از طبقات بالا استفاده کنن و میرفتن اون بالا تهران رو میدیدن دیگه مرتفع ترین ساختمون تهران بوده خب اما بعد از یه مدت به دلیل اینکه خب آقایون هم میرفتن و دوره قاجار هم بوده به خاطر اینکه یه وقتهایی دید داشته تو خونه های اطراف و اعتراض کرده بودن دیگه ناصرالدین شاه فقط اجازه میده که خانوم های دربار برن طبقات بالا و تو ایوون بیان و خلاصه بیرون رو ببینن آقایون اجازه نداشتن استفاده کنن خب ما همسرمون نشست یه کمی خسته شده و بریم کاخ اصلی تا ساعت 4 بازه یه کمی نشستیم خستگیمون در بیاد بریم کاخ اصلی رو هم ببینیم چقدر اینا سر صدا میکنن این آقا اینجا رو گذاشته رو سرش خودش رو دوست داشت این گربه رو دیدم یاد ببری خان افتادم که داستان جالبی هم داره گربه شاهی آره این گربه ناصرالدین شاه خیلی برای پادشاه عزیز بوده بعد اسمش هم ببری خان بوده
در صورتی که حالا ماده هم بوده، ولی خب خیلی عزیز بوده. داستان این که عزیزم شده برای شاه این بوده که یه مدت ناصرالدین شاه تب میکنه، حالا خیلی بدی داشته، بعد این گربه هم فکر میکنم ملیجک آورده بوده توی کاخ، خواهرزاده ناصرالدین شاه، اینش رو دقیق نمیدونم، ولی آورده بودن داخل کاخ و اینا گربه اینجا زندگی میکرده. بعد شبی که ناصرالدین شاه خیلی تب داشته، این گربه میپره داخل اتاقی که ناصرالدین شاه استراحت میکرده، در رو که میبندن این گربه گیر میکنه داخل اتاق، همجوری میچرخه دور ناصرالدین شاه، میچرخیده دنبال راه خروج بوده، که اون شب تا صبح ناصرالدین شاه حالش خوب میشه، که بهش میگن به خاطر این گربه بوده. یعنی گربه چند تا بچه داشته، زایمان کرده بوده فکر کنم، بچه هاش میرن داخل اتاق، این میره دنبال اونا، گیر میکنه اونجا، که اینجوری میشه عزیز ناصرالدین شاه میشه. و جوری بوده که اگر کسی به اصطلاح میگن التماس دعا داشت، نیبست گردن این گربه، بعد گربه رو میفرستادن خدمت شاه که به این مشکل رسیدگی کنه. ولی خب این اینقدر عزیز بوده، در حدی بوده که زنه ناصرالدین شاه خیلی به ببری خان حسادت میکردن، و بعد هم که میگن توی چاهی میفته، حالا دیگه حالا طبیعی مرده یا اینکه انداختنش رو معلوم نیست. بریم قسمت اصلی کاخ که خود ناصرالدین شاه، محمد رضا شاه و حالا قبلش رضا شاه تاج گذاری کردن، کاخ اصلی بوده که من فکر کنم یکی از زیباترین کاخهایی است که از نظر آینه کاری و فضای کاخی میتونیم هم دیگه ببینیم. خب اومدیم داخل کاخ اصلی. این پیانو برای پزشک مظفرالدین شاه بوده، ساخت سوئیس. خب ببینید اینجا چی پیدا کردم، نقاشی ناصرالدین شاه. همینطوری اینم نقاشی ناصرالدین شاه سال 1271. اندرونی ناصرالدین شاه رو نقاشی کردن که به این صورت بوده و میتونه یه تصویری به همون بده از اون زمان. بعضی از ظروفی که استفاده می شده، جنس نقره و برنج و یا میناکاری ها، قاشقا خیلی با مزده است، ولی با اینه نمیشه چیزی خورد. برای هم زدن چایی این چقدر ظرافت داره، برای روسیه ها، ساخت روسیه ها. حالا این عصایی که شماره 4 زده برای مظفرالدین شاهه، کل ترکیب ناصرالدین شاه تو فرانسه چقدر دیده دیده؟ کل ترکیب ناصرالدین شاه چقدر چیز قشنگه. اونم با ساخت سه ساخت انگلستانه، روش زده نوشته تقدیمی داره، تقدیم به ناصرالدین شاه. این خب اینا نشانه دولتیشونه، احمد شاه تاج آقا محمد خان قاجار. این عصای مظفرالدین شاه با دستخط خودش که زده تو سفر دوم فرنگستان خریدم. اینم خیلی جالبه، چرخ تحریر مظفرالدین شاه، کامپیوترهای ابتدایی ما، دستگاه‌های تایپ. وارد کاخ اصلی شدیم، بریم اینجا رو ببینیم. خب اینجا تالار آینه و همون بخش اصلیه که تاجگذاری چند تا پادشاه هم اینجا انجام شده، هم ناصرالدین شاه، محمد رضا شاه و رضا شاه اینجا تاجگذاری کردن. بریم تالار اون برش هم ببینیم. بریم تالار اینجا هم ببینیم. اینا از بخش اصلی.
ناصرالدین شاه اینجا ماکتش. توی مجموع ساختمان هایی که بعد از که ناصرالدین شاه از فرنگ برگشت و احداث کرد، از جمله نگارخانه، ساختمان موزه و غیره، این تالار جز بزرگترین تالار هست. حدود 1000 متر مربع مساحت شه، چندین ستون عظیم داره و به جز ناصرالدین شاه، رضا شاه و محمد رضا شاه هم توی سال 1346 تاجگذاری کرد. خیلی از دکوراسیون و چیدمان و نقاشی ها و گچبری زمان محمد رضا شاه اتفاق افتاده برای اون مراسم تاجگذاری 1346. اینجا بود تاجگذاری کردن دیگه. دقیقاً. حالا فیلم ها و مستنداتش هم هست که کسی علاقه‌مند باشه سرچ کنه ببینه. این صندلیه که توی این عکس دیده میشه که هم ناصرالدین شاه نشسته، هم مهد اولیا، همینه. همین صندلیه. اینجا تالار ظروفه و کلیه ظروفی که توی دوره قاجار هدیه داده شده بودن، از جمله ملکه ویکتوریا از انگلستان ناپلئون بناپارت به فتحعلی شاه داده بود، کلیه ظروف جمع‌آوری شدن و اینجا در معرض نمایش قرار گرفت. من هر جا سرویس چای خوری میبینم زوم میکنم براتون چون خودم سرویس چای خوری خیلی دوست دارم. خیلی خوشگله. بیاید اینجا. خب اومدیم داخل عکاسخونه که از اولم کاربریش همین بوده. میاد پایین، دو سه سری پله میخوره توی ساختمون میاد پایین و عکاسخونه ناصرالدین شاه بوده بیشتر. دوره قاجار، عکس زندگی اشعری دوره قاجار. عکس نوازنده های دربار ناصرالدین شاه هم کفشاشون هم جلوشون جفت کردن گذاشتن. اینم بازاره، انگار که ظرفای مسی رو دارن سفید میکنه. داروخانه دوران قاجار به این شکل بوده. این عکس قومه دوره قاجار گرفتن. ببینید رودخونه‌ش هم آب داره. خب این زمان رودخونه هم پرآب بود. الان ما بارون زاینده رو ببینم داره خوش میشه بود تاسفانه، ولی قوم هم ببینید که این چیه رو خود پرابی هم بوده. آره اینم بامزه هست، نشونم دادی. اینم که بلا فروشن این داره میفروشه، این داره کباب میکنه، این قدم گرمه شده که کلن لخ شده اینجا. لباساشو کنده پا منقل گرمه شده. یه چیزی رو بگم دقتونی، بیشتر مردایی که تمام عکس ها میبینی هم کچل هم، به خاطر فقر بهداشت و نبود مو ندارن. آره در واقع وسایل بهداشتی درستایی بود. الان بیشتر عکس ها دقیقه کنیم مشکل ها دفعه من این عکس خیلی قشنگه. چقدر هم بلال کم که عکس سیاسفیده منگا سوزونده شو. چی میبینی اینجا؟ یه عکس جالبه اینجا. در حال کار طرف ولی داره قلیونش دستش داره قلیون میکشه. نگاه چه بامزه، داره هیزومش رو خورد میکنه میشکنه، قلیونم تو دهنشه. یعنی خب. تا این هست اصلا دوره قاجار قلیون کشیدن خیلی رواج داشت تو دربار، توی کاخ و بین مردم قلیون کشیدن که ما تا جنبش تنباکو رو داشتیم اونجا کلن. باز اون کچلی که بهت گفتم ببین همه اینها باز دوباره در واقع موی سرشون ریخته. این عکس هم جالبه، یکی از آینهای زرتشتی رو نشون میده، آینی که برای امواتشون برگزار میکنه. اینا رو مقبره گبرها هم میگن که حالا توی مثلا یزد که مبدع اصلی زرتشتیانه بهشون دخمه هم میگن. خب بین زرتشتیان مرده رو زیر خاک دفن نمیکردن، خاطر الله جلوگیری از آلودگی خاک، و توی فضای باز توی ارتفاع اینا رو رها میکردن که اینجا تجزیه میشدن و حالا استخوناشون احتمالا بعدا جمع میکردن و جایی دفن میکردن. اینا مردن که گذاشتن تو هر کدوم مثل قبره که میذارن اینجا تجزیه میشه. آره این امواتشون عکس رو خیلی واضح گرفتن دیگه. من شنیده بودم ولی ندیدم.
یه دیواره بلندی هم که داره که حالا حیوان و اینجور چیزا نتونه وارد بشه که اینجا درسته تجزیه کنن از من داره. قمارباز‌های زمان قاجار هستن که اون زمان حالا با قام گوسفندشون میگفتن که از استخون گوسفند میدازن و حالا نوع قمارباز ببینید پاسوره بتفاوته. اینا پاسوره زوم میکنم ببینید هر کی داره یه قمار انجام میده اینا زده اکثر رو بی هوا گرفتن ازش بچه منفی های زمان قاجارن چی؟ بچه منفی های زمان قاجار یه عکس جالب اینجا هست من اینجا دیدم این ناصر این خط ناصرانشاه رو نشون بده این خود خط ناصرانشاهه آها این خط زده این عکس رو خودم در اندرون گرفتم پشتش هم یه پرده ای زده مرسی که تو ویدیوی امروز ما رو همراهی کردید به ما که خیلی خوش گذشت یه کمی نشستیم خستگیمون درات بریم بچه ها اگر با ما اومده بودن خیلی خسته می شدن چون ما خیلی راه رفتیم واقعا خسته شدیم آره مخصوصا این بخش تالار اصلی خیلی بزرگ بود امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه یادتون نره حمایت کنید اگر کانال رو هم دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید زنگولش رو هم بزنید که نوتیفیکیشن ویدیوها براتون بیاد هر جا که هستید تنتون سلامت باشه دلتون خوش باشه خدا نگهدار خداحافظ خداحافظ همتون